شهر میپیچی هی جلوی ماشین و گاری، میگه موتور سواری کار دیوونه، از را که دیوونه تر والا این بابار، این یاروی که ساره ترکم سواره، یک دو دقیقه دیگه کمله نداره. ببینم میجی جون، اینجا خونه است یا لونه زنبوری؟ الهی نوکره تما خدا، یه ساختمون این فرمی هم واسه من تو بهش بذار که خنگ حسرت به دلم. پس یادت نره به خدا بگو واسهش پولرم بذاری. باز بلبل شدی زلفی، هوای موتور رو داشته باش، من برم داداشم ببینم و برگردم. بازم میگه داداشم، تو خیال کردی من گاوم ها؟ تو چی صبح داشتم داداشتو میبینی؟ بگو که میخوای بری دختر رئیس داداشتو ببینی، دلت تو زلف دختره داره آفتاب مهتاب بازی میکنه. نق نزم موتورو بپا نبرنش. یا شانس یا اقبال، ماما یه کاری بکن دختره اینجا باشه، تو بازم جمالشو زیر پرد. بله میگه برو چشم برایده. آخ که نوکرشم. خوشتی پی، کجایی که یادت بخیر؟ تازگی ها دلت برای من خیلی تنگ میشه. دلتنگی اونم تو فاصله دو سه ساعت، دارم تعجب میکنم. خب دلم تنگ شده دیگه پدر، چقدر سوال میکنی؟ مطمئن هستی دلت فقط برای من تنگ میشه؟ او پدر، تو پاک آدم و سوال پیچ میکنی. من یه احوال پرسی با منشید بکنم و برگردم برم نمایندگی. خب برو. شما خیلی کار میکنید. ببینم هیچ وقت از این همه کار خسته نمیشین؟ نه من بالاخره باید کارمو تموم کنم. مثل اینکه قبلا تو قسمت حسابداری بودی. بله حسابداری. میدونین چطور شد منشی پدرم شدی؟ نه نمیدونم، شاید شانس بردم یا شایدم. شاید من اینطوری خواستم. شما امیدوارم ایرادی نداشته باشه. ممکنه چند تا از پوشاتون به من بدین؟ من یه سری باید برم به نمایندگی. چشم، بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. اخش ببخشید، سفر به سفر شدیم. خیلی باز ببخشید، تقصیر بنده بود که از جاده فرعی اومدم. آره فرعی. برادرم که میشناسی؟ بله چند بار اینجا دیدمشون. شکر. خب فعلا خدافظ. خدافظ. اخش ببخشید. مرحبا جان. خب داده چون منم میرم، فقط اومده بودم حالتو بپرسم. اومده کجا؟ چرا به این زودی؟ کار دارم، یه کار واجب دارم، یه شب تو خونه میبینم. خداحافظ. نه ببین بی ببین
میخزیم و میخزیم. دماغ سوخ، راحت شدی؟ بذاری خود بادش بزنم. خیلی خوب، حالا دیگه بیا بریم بازی کنیم و دوای شب رو برا کنیم. بس دیگه درس بگی. بذار ببینم سکه شانسونم چی میگه. بریم یا نه؟ بریز بینه. بریز دیگه. مگه غیره که بریزه؟ حالا حالا بره. بریزم. آره آره. باقی آباد که انگوری رقیه های آوردن آقای من جیگرداراش بخونن بیباتاش دست بزانو بشینن خالی بیشتون قبول همه جا قبول آینه لاتا همه جا قبول به اقبال بلند میتی یه جفشیش یه دیگه بازم جفشیش مستبه تا شد تا جفت چشات 45 شو بشه مهدی خان عصبانی میشه بیاد بیاد نره دیگه نمیخوای بازی نکن یاله بینم بخون فعلا قامتی بریم جفته بده جلوت جفته بده روشون و چه ندابا اون بازی نمی کنه لختش کردی تفلکو امشب مادرش خونه راش نمی گه یاله خوبه این پسر مارکه من کیوانه بودم چرا نمیذاری برای تو بازی کنم کلی قمار خونه جون میگیرم اون نمیاد چند دفعه بهش گفتم میدونی اون عاشق قماره نفتو یالا پول بذاریم اینم میکی خواهم من خوشگشتم یه خانم از دمه در کارتون داره اگه خوشگله میخوای من بدم چی میگی زنم اشتفر نچه حالا بریش من دیگه به شما میرسه بیبی از دل زلفی ناکس کف نری پوله رو بابا ای والا من دستم بیفته به تو کلک نمیزنم جونه تو حق ما برسه گم شد بیا زهر زفتی گشت به پا گمش نتونی خب باری کلا سفرانش چطور آبجی؟ والا همونطوره یه آدم علیل کمر شکسته چطور میتونه باشه؟ خدا شفاش میده آبجی غمت کم بیا بیا اینا رو بگی واسه دو درمونش لازم میشه پس اون پولی که به زهرا دادی چیه؟ اون؟ اون مال خود زهراست واسه کفش لباس بخر خدا عمرت بده آقا میتی اگه شما نبودی بی خیالش آبجی ما که هستی ولی اون بالا یکی هست که وضع همه رو روبرا میکنه اصل کاری اونه خب دیگه خداحافظ به سلامت خدا نگهدار چکری چکری بودو برو بقل ننه بود بیا زهرا جون بیا خدا تو جوون مردو از برادری کم نکنه استاد جیبمون پاک اسفالت اسفالته میخوایم بهش رو دست بزنی و باش قاب بریزی اونم با قاپای توپو چطوره؟ کامشین بریم فکرتون اونا میبازن درست میگم یا نه حالا کجا را؟ اون بر میگرد اونها بره میاد بزن دیگه بابا بطوریم باشو دلش ببینم چرا مات هم گرفی دلش بزرم بست نه؟ شار شارم بو گل بگیرش برو باش علک دولک بازی کن تو رو چه این غلطه ها چی میشه بالا با چی میشه میدونی من یه نفر مثل اون میخوام یه نفر با دستای اون و شانس اون و مغز من میتونه دنیا رو ببره همکاری اون دیگه منو به یاد این خنجه چلاغ و بیمصرف نمیدوزه یالا دیگه من تکلیفتون رو درسته میکنم یالا پول بذارین که میخوام وبا بندازم توش ما دیگه تاس نمیزنیم تاس نمیزنی باشه خب رنگ چطور میزنی گفتم تاس نمیزنی ببینم بالا نکنه قرنه یام نمیزنی نه خیر نه جونم خب نمیخواد بزنه چقدر ریچارد میگی خب برکم هستال سلفی عشقش نیست بزنه دیگه باش بریم یه بونگا شادمانی که همه چی میزنه صاف کن اینا چه اگه راست میگی بیا قف بریزیم آفم میریزیم بدش به من بدش بده میگی تا صبح حریفم و سر میتره شم خب بخونین لباساتون هم میخوام ببرم که سکسی بنی خونه قفی سیفن من سیفن من هم قفی سی من هم قفی چه همتون گوال خوندی اما یه قشیال خوندی بریز منه که قف بریزیم نه اونم با قاپای پر کرده سخت کردی داشتم خیال کردی با جماعت کور طرفی
گوشی دست دست الله. آره دستمه. بریم با این قاپا با دای جونتون بازی کنی. باز بازی کنی. بهتم از کلک بلان. تو رو چه به داخل آدم مادر گیده. حالا که خواستین کلک بزنید فقط یه تاس دیگه میریزن سر همه پولاتون. قبوله یا نه؟ چرا زبونه گره خورد؟ قبوله یا بریم هواخوری؟ آره قبوله. بلش کنم چونه هرچی مرده از ده بالا بیاری من بگیرم ده به بالا باشه تو نمیری ریختم و آوردم زنده باشی تحقیق کمشی زنده باشی من این دا خدا بگیرم اولم و زنده شا حالا کجاشو دیدی؟ سر بزرگتری زیر لافه اون حکمای داروغه رو رد کنیم و بل کنم تا سرو بلان داداش اون کیه؟ داشتش یه سرخریه که خوب هوای میتیر داره تو که گفتی میره خونه؟ والا داداش گفتم سر رای سری به این آقایون لوتیا بزنم و باشون سر بشتنم اون مرد مثل لاشخور بارا سرت بایستده من نمیخوام تو اینجا پا بذاری هر طور که تو عشقته چی رو تعرفتی که پاره میکنی؟ حالا میخوای برسنی به چاک؟ دروازه دهنتو قلف کن آشغالا رو بیرون نریز میتی تو نمیزنه ولی با اون تاسم دست نمیزنه میگم چطوره با بزرگیتم خبر کنی تا بیاد مهاره نصیحت بکنه ببین قناس یه دفعه دیگه اون دهنه گالت و واکاری همچی میزنه و چه این کاگل پنشی سینه دیپا بچه اینقا لفتش میدی نه ترس میریزم اون تا سارا بزا زمین این آخریه داداش گفتم بزا زمین وقتی میگم آخریه آخریه بزارش کنار بنام کن داداش یدین تو پوژه من ببین داداش پیش یه مش نالوتی عوضی و جاهل کپونی کنفم نکن من باز تو اون بدم با اجازت داداش بیاین لاشخورا دهنتون رو ببندین و چشاتون رو وا کنین اینم جواب شیش رو بشتون بیا با پوزه این نامردا رو ببر بخواک آخ جون اینا رو میگن تاش پول بریم پول بریم حالا بریم چی داریم بریم دیدی داداش من باید این نامردا رو ادب کنم آخ داداش پول رفت جمع کن پولا رو از کل سوزی آقا داداش چه خبری دهنه کنه اینو گل گل کردیم تو نمیتونی بریم ما پول باختیم کی جلو اون میگیره آجیت برو بچه برو یه خورده شیر خوش بخور تا گنده شی برو پیش باجی کس دیگه نمیخواد جلو ما رو بگیره ای بابا قابل نیستن اینا کتک خورده خدایی هن واسه بگیره بلم کن چه فرمایش شنیدم داداشت خوشش نمیاد تو بیای دمپر ما ها خب که چی؟ فتح خیبر کردی اینو فهمیدی؟ نه فقط میخواستم ببینم عقیده خودت چیه ما و داشون توافق اخلاقی داریم درست میگم از طول زلفی نه؟ آره درسته تو برنده ای هرچی بگی قبول دارد خلاصه کلام واسه بار دهم دارم میگم منم خوش ندارم جیره خورته بشم و سلام یک کلام اگه ست دفعه دیگم بپرسی جوابت همینه حالت شد آقا بلی. اگه حالیت نشد بذاریم گوشی لبه آره فقط یادت باشه اگه یه روزی خواستی رو برا بشی و چیز دار بشی بیا پیش من آره اون وقت اون سر من فریاد کشید داد بیداد کرد منم دیدم اونجا زیادیم رامو کشیدم و اومدم ولی اون هنوز انقدر غرق نشده که ما از نجات دادنش دل سرد بشیم کریم من دل سرد نیستم مادر نمیدونم تو بهش بگو لاغر دختر خاله من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ تلاش این کاریه که هممون میتونیم بکنیم ولی چطور؟ یه ضربه فقط یه معجزه میتونه چشمای اونو به زندگی وا کنه مادر من یه معجزه گر نیستم تو اینو قبول نداری صفا؟ چرا درسته؟ تو نمیتونی معجزه بکنی کریم اما یکی هست که میتونه یه نفر که اون بالاست خاله میشه من برم تا چارسو برگردم؟ تا چارسو؟ آره خاله جو برو به امان خودم اونجا یه سقاخونه هست کنار اون سقاخونه من راحت میتونم حرفامو با خدا بزن برم خاله جو برو اما زود برگرد قربونت برم خاله اون مهدی رو دوست داره خودش گفت نه صفا از این دختران نیست که سفره دلش رو وا کنه هرچی هست میریزه تو دلش اما بعضی شبا تو خواب اسم مهدی رو میبره اونم با چه حسرتی خدایا تا
تو رو به حق 124,000 پیغمبر قسم میدم که توی دختر خاله. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم شم نظر کنم برای تو. واسه من؟ من چمه؟ هیچی، واسه اینکه تو دست از قمار بشوری و یه چیزی بشی. نکنه کلت بود دود گرفته، اینجا خالیه دختر. چهارت شم نیمسوز و یه آینه شکسته و یه دست حلبی چی کار میتونم بکنم؟ من آلوده قمارم و پاکم نمیشم. اگه تو بخوای میتونی، همونطور که کریم تونست، مگه نه؟ آره درسته، اما اون کریم بود. آخه مگه اون چی داره که تو نداری ها؟ اون خیلی چیزا. گوش کن تو وسط بگم، یه روزی هر دومون مثل هم بودیم، دو تا قمار بود، اما اون حالا خیلی سره. هیچ وقت هم سوا نمیشدیم. تو هر قماری یه تاس من میریختم یه تاس اون. نمیدونی واسه خودمون چه عالمی داشتیم. کت هرچی قماربازه بسته بودیم، واسه هم جون میدادیم. تو یه محل آدم نبود بتونه چپ به ما نگاه کنه یا واسه همون جرس بیا. تو دعوا ما پشت به پشت هم بودیم، یه مش من میزدم یه مش اون. خلاصه دعوامون با هم، عشقمون و عیش و نوشمون با هم، بیکاری و دربدری و علافیمون با هم، اما همه اینا یه روز به هم ریخت. اون روز هر دومون داشتیم بازی میکردیم. نمیدونم، راستش نمیدونم چطور شد که کریم پشت رفت خونه، ولی من بازم تاس ریختم. هی پول بود که میومده میرفت، اسکناس بود که تلمبار میشد هی باد میبردش، تا اینکه پسر کلسن نجار اومد در گوش من یه چیزی گفت. اون گفت آقا میتی، بابات حالش خیلی خرابه. همه پولا و تاسا رو ریختم، مثل دیوونه ها دویدم، از تو خیابونا، لابلای ماشینا، وسط آدم ها، خلاصه هیچی حالیم نبود. فقط خدا خدا میکردم زودتر برسم خونه ببینم بابام چشه. وقتی رسیدم دلم داشت قفسه سینم میزد بیرون. یهو دیدم بابام تو تخت خوابش دراز کشیده، همچی که منو دید به زحمت گفت پسرم اومدی؟ بیا الان حرفم با کریم تموم میشه. خب جوابمو بده کریم، اون قولو به پدرت آره میدی؟ آره. تکون نخور، من قول میدم هرچی تو بخوای، دیگه قمار نمی کنم، قول میدم. چه راحت شدم. بیا جلو پسرم، اونجا کورانه، سرما میخوری، دیگه داره تمام میشه. زندگی مثل قمار، همه سرش باخت. بیا جلو پسرم. مهدی بیا جلو بریم، پدر چی میگیره؟ بچه چیزی نیست مادر، تو یه دقیقه برو بیرون، خوب نی پیشش گریه کنی. پشو مادر، پشو مادر. آب مهدی جون، آب. من تشنمه. الان برد بیارم. الان من کلید صندوقچمو دادم به کریم، به تو چی بدم؟ سب کن ببینم چی دارم. نه این نیست. تو پدر هم بیارم پدر. دیگه تموم شده، درش نمیخواد بگم.
اون مرد. اون مرد؟ آره. کجا داری میری؟ بذار برم اونجا، من باید باش حرف بزنم. داداش تو رو خدا آروم باش. آروم باشم. وقتی پدر داشت جون میکن مادر لعنتی تو اون خرابه داشتم تاس بریختم. میفهمی؟ میفهمم داداش، اما اون دیگه مرده. اون پدر من بود. پدر منم بود، اما حالا دیگه تمام شد. باید یک کاری بکنیم تا بلکه مادر آروم کنیم. نه، من نباید تناش میذاشتم. من لعنت به من. بیا داداش، برای وقتا اونطور که آدم دلش میخواد نمیتونه گریه کنه. بیا یه پک بزن، یه پک بزن، آروم شو. اون به من کن قسم بخورم که دیگه بازی نکن. خیلی خوب بدم، خیلی خوب بدم، خیلی خوب بدم داداش. این همیشه یادم میندازی که برای پدر قسم خوردم. همیشه بسته دیگه داداش، بیبریم مادر رو آروم کنیم. بیا پدر رو به خاک سپردیم، کریمم دیگه بازی نکرد. تو چی؟ من واسه پدر قسم نخورده بودم صفا. قمار رفته بود تو خون من. من کتاب ندیدم، فیلم ندیدم، معلم ندیدم. من فقط تاس دیدم، ورق دیدم، قاب دیدم و قمار باز دیدم. چی میتونستم باشم سوا اینی که هستم؟ پدر کلید صندوقش داد به کریم و سکه شانس رو داد به من. اون با این کارش کریم رو دو دستی فرستاد طرف زندگی و من هل داد به طرف قمار. خب ما هم آلوده شدیم دیگه. بریم تو صفا رسیدیم. سلام مادر. سلام. سلام مادر. سلام داداش. اینا رو واسه گرفتم مادر، یه پیرنم واسه صفا، ببین خوشت میاد. دست دست نکن. وایس داداش کارتون دارم. بعد از زوری یه خورده جوشی شدم و زبونم لال، سر داد زدم. دلخور که نشدین؟ نه نه، ولی میخوام حرفمون الان تموم کنم. آسیا به نوبت، این برای قضیه خیلی داغه. اول یخته بزن با مادر که بزنم بعد. بعد نه، همین حالا باید حرفمون رو تموم کنیم. تو کی میخوای دست از قمار بکشی؟ دست از چی؟ خیالت بعدش چیکار میتونم بکنم؟ خیالت یه صندلی طلا واسم تو عرش کاشتن که تا دست از قمار بشورم ملاکه ها میان میبرنم اونجا؟ ها؟ نه داداش، بعضی وقتا تو یه چهار دیواری فقط یه دروازه. آدمی که بخواد از اون چهار دیواری خلاص بشه از همون در میتونه بره بیرون. حالا ممکنه که اون در به قبرستون باشه، اما فقط یه دره، همون یه در. تو از اون در میخواد به کجا برسی؟ کوتابیه داداش. جواب هم بده، من برادرتم. خیلی خب برادر، پس گوش کن، من میخوام به تو برسم. به من؟ آره، به تو. دق کردم هرچی هم قافله من بود یه لات آسمون جور عذاب در اومد، ولی هرچی بر دل تو بود حمایل آقایی رو دوشش میکشید. من میخوام مثل تو بشم، یه پا آقا. با این کار؟ برای من دیگه وقتی باقی نمونده داداش. سالای عمر من عین واگونه این ماشین دودی پرش رفته و کمش مونده. من دیگه وقت و حوصله ندارم نوردمون رو پله پله برم بالا. من میخوام یه حجست بزنم و بپرم بالای بوم. پس میفتی و کمرت میشکنه. خیلی خوب آقا داداش، بس بشکنه. چه فایده که سالم باشه و هی چوب بهش بخوره؟ زهرات و نسخالی فایده نداره داداش. تو بهش بگو مادر. چیه مادر؟ خدایا چه روزایی رو دارم میبینم. پسرم مثل دوتا خروس جنگی بایستدن تو روی هم. تو داری گریه میکنی مادر؟ کور بشه چشم که چشای تو رو تر نبینه. پاک کن چشتو. دلم رو چی کار کنم؟ اون که داره گریه میکنه. مادر فدای دلت بشم، تو که میدونی من دربست نوکرتم. نه، من میخوام فقط تو پسرم باشی. هستم دیگه مادر، هم پسرت هم نوکرت.
میخوای چاچرتم باشم. پس بازی نکن مهدی، نکن، من دارم خورد میشم، پیش در و همسایه سرم پایینه. خدا اون روز نیاره، مادر فدات میشم. این عشقا هر کدوم واسه من یه میلیون ارزش داره، پا حرومش نکن. تو داری جیگر من آتیش میزنی. خیلی خب باشه، هرچی تو بگی میذارمش کنار. به این قبله حاجت راست میگم، من دیگه بازی نمی کنم مادر. مهدی من بسر خوبم مادر. خیلی خب، حالا نگام کن، بذار این مرواری داره پاک کنه. حالا یه خنده کن، ده خنده کن، دلم گرفت فرمون شکل ماهت برم. باریکلا دیدی صفا، دیدی مادر چه خوشگل میخنده؟ وقتی مادر میخنده انگاه هوا کش دل منو وا میکنن. مهنه کریم ببین، کریم من نمیخواستم داد بزنم. خب نفهمیدم، اشتباه کردم. درسته تو داشت بزرگتر منی، این حرفای ادبی مدبی که تو بلدی. خب ما بلد نیستیم، فقط قضا خورده که و اهل وقتی که یه چیزی میپرنیم. حالا ما رو بخشیدی دادش، میبخشی؟ نه. ببینم داداش بیتلو، گوش بده، اون کاری که گفتی تو شرکت واسه من داری هنوز سر جاشه؟ بله پاچی پسر، با کی از تو بهتر؟ افردا آتینا تو بزن بالا و مشغول شا. او قربون تو داداش.
کجا میری؟ وایسا ببینم، میخوام یه خبر خوشی بهت بگم. خبر خوش از تو بی بخار. آره وایسا، مربوط به هنگامه. ها گفتی بی بخار؟ نه چی گفت بابا، شوخی کردن. مخلصت هم از دل زلفیتون. بذار جهت خاکتون پاش بکنم. حالا شد. خب چه خبر؟ خب آسین لباس من پاک کن تا بگم. ای بچه اینم از آسینه. پشت یقه کتم رو تا بزن. اینم تا. خب خبر چیه بگو ببینم. حالا خوشگل شدم. ای بار پدر خوشگلی زیانت. آره خوشگل شدی. خب حالا بترک بگو ببینم خبر چیه. اما خبر جونم واسط بگه که هنگام خانم امروز میاد اینجا. امروز؟ آره ده، مگه نمیدونی امروز روز سرکشی پدرشه؟ هنگام خانم هم مثل همیشه امروز میاد اینجا. ده نه ده، اینا زودتر میگفتی تا خودم راست ریز کنم. بیار ببینم اون صابونو. آمدی بنار. خیلی علکی خوشی آمدی. علکی خوش چه سیغه پسر. خب چشمون اون یارو رو گرفته؟ مگه ما دل نداریم؟ مگه تو فیلم ندیدی همیشه دختر عیونه میرسه به پسر میکنی که؟ خب ما میکنی که دیگه. اونا فیلمه، تو زندگی از این چیزا نیست. پسر مشتقی بقال دختر اوستحسن جومدار رو میگیره. دنیا اینه رفیق، کبوتر با کبوتر، غاز با غاز، کرد همجنس با همجنس باغباغ. آره درسته. اما من میخوام اینه هم موشک رو دست دنیا بلنشم. بیار زودتر اون صابونو. باسته پر بسیم. خسته نباشی. که اینطوری در و داغونی ما. نه شما هر طوری که باشین بازم خوبی. قربون جانتون. گوشی دست عطالا. آره مثل اینکه خوب به کار چسبیدین. نکنه میخواییم زن بگیرین ها؟ زن؟ گوشی دست عطالا. آره دستم گوشی. خانم کی دخترشو به ما میده؟ آه شما که عیبی ندارین. هم خوبین، هم خوش قیافه، هم خوش دید. خب دخترام همینو میخوان دیگه. گوشی دسته هستلا. آره هنوز تو دستمه. میدونی خانم آخه پدر دخترام باید خوششون بیاد. ولی شما یه کارگری کار میکنین، زحمت میکشین، شما میتونین یه خانواده رو اداره کنین، پس پدر دخترام حتما خوششون میاد. خجالت اومینی خانم، شما راست راست خیلی خوبین، یه دنیا صفایین، این اون یه دستگان ستومنی، گوشی دست دست دلو. آره، نمیخواد بپرسیم. خب دیگه فعلا خداحافظ. خداحافظ؟ به امون خود خدا. قربونت برم آخدا. شنافتی زلفی؟ خب چی میگی؟ بازم میگی اومنو دوست نداره؟ تو که زرنگ خود دست داله. اما الحق و بلانصاف که طرف خیلی سالاره، پاک گرمو به سلابه کشیده. جانمی همین که داشمو دیدم میفرستمش خواستگاریش. آره تو بمیری، نصف قضیه دروشه. کارتون تموم شد پدر جون؟ آره کجا بودی دخترم؟ با برادر کریم داشتم صحبت میکردم. اون جوون کاریه، منم داشتم تشویقش میکردم. خب حتما برای خاطر برادرش. نه تو خیلی زرنگی پدر جون. نه ولی دخترمو میشناسم. من میدونم تو کریمو دوست داری، منم دوستش دارم. اون پسر واقعا شایسته‌ایه. خب دیگه اینقدر چشمتو به در ندوزون، دیگه الان باید پیداش بشه. ولی پدر انگار دیر کرده. Thank you.
کمک میخواد. مواظب خاص باش. ولش کنیم با بیام بریم دنبال کار زندگیمون. اینه نگاه کن. کجا بریم؟ تازه رفیقمون پیدا کردیم. راستی بچه شنفتین که آقا داشته فرسته مرد سه مبارک صد سال به این سالا حتما میخواد راه رسم کلک خمار بهتر یاد بگیر. ده من نشتفتی میگه هن ننو تا سنگ لحد یه ریز جدول زرد یاد بگیر. آره چی؟ هیچی تو خودت باش نم نمک حالیت میشه. آخه انگار داشتم بود تو هم دیدی؟ نه بابا من که پشت موتورم از درستم چشمامو میبندم و تو دلم قلوالا میخونم. آخه میخوام اینم این رسمشه. داشت ما رو ببره تو هم دست اونو بگیری ببری خونه و قایمش کنی. این رسمشه. قایم نشده. حالا دنبال نون حلال و کار شرافت مندون است. فقط همین. نون حلال شنیده بچه ها؟ نون حلال حتما نون بربری رو میگه. نه با یه جور نونیه که تازه اومده بازا. خب ببینم حالا اخوی کجا فرمایشی بود؟ آره ها. نه بابا تو هم که حلال زده ای. مستر دهنه رو شل کن رکاو بکش یادر خلوت کن واسه باد بیا. آروم باش میتیش. با اجازه ما عرقه جبینمونو پاک میکنیم مرخص میشیم دیگه. این عرق خجالته من وسط پاکش میکنم. تو بگیم کراواتو داداش دمتون ببینم نالو چیزه. من میگن از دولی آمرگی بیا این وقت مارسه سر جان. نمیشه نمیشه راست انداخی سکنم این دلم رو دیگه میشه. باشتو ببینم با نمیشه هم برم اصابه تو میرسم آمارا آرشو میدد او فجان نه دلش با موسی مو واسه باش داداش مو واسه نه خب دیگه بستتونه. رفیقتونو وردارین و زود بزنین به چاک. لاشاشو ببرین خاکشو به این منتظره. یالا آره میخواد ازش پود درست کنی. اونم پود شیمیایی. این رفیقت خیلی خنده داره. خفه خون بگی. قدش هم کوتاه. خفه گفتم برم بزنمش. ولش کن آدم نیست. حیف نو. اگه تنها گیرش برم کلاشو تیکه پاره میکنم. میرم یکی دیگه میخرم. یالا دارم میکنم کلا قدیه. ای بله داشت خیال کردم محترن یادت رفته. هنوز نه ولی دارم سوخ. نمیخواستم اون مادر مرده اینطوری نفله بشه. بی خیالش بادنجون بم آفت نداره بزرگ میشه یادش میره. خب میرین شهر یا میرین کارخونه داداش؟ نه باید دارم کارخونه. به سلامت قربونه کلت هی کن برو. ای سولفی جونم بپر بالا که الان عکاسه تخته میکنه. ایبی نداره سکته نکنی؟ نه نمیکنه. عکاسه خوبی هست؟ آره اینقدر فوتوجنیکه. نشد کلت تکم خورد. این سر وامونده رو اینجوری بگیر. خیلی خوبه. یه لبخند بزن بزن. همینجوری خوبه. لبخند بزن بزن بزن. لبا رو قنچه کن. آها خنده رو رنده کن. تحویل بنده کن. چیه چیه بابا اینجوری که عکس نگیرن. چون بخند جونم اصلا شما اومدیم واسه کارت بیمه عکس بگیریم. نه خیر واسه رو مجله ها میگیریم. راستی آقا مهتی شنیدم شیرین کاشتیم پاک سه چهار نفره زدین له و لورده کردین یه نفرشون هم بدجوری زخمی شده. والا بی حرکت. خلاصه رفقای یارو موضوع سفت سخت چسبیدن رفتن کلانتری انگار آرز شدن و از دست کریم آقا شکایت کردن. بعدش ماجنا آدرس کریم آقا رو از شرکت گرفتن رفتن خونه دنباله. چی؟ رفتن خونه دنباله؟ چی نه میخواد کریم آقا رو زندونی کنن. زندونی؟ اصول من رفتم و برگردم تو بیشین هرچه تو بیجی. مهدی زود برگردی و من پول ندارم به عکاسه بدم. آی عکاس باشی عکاس باشی عکسم و بردار. برو بابا تو خدا پدرت بیا باشی بگیر. مادر مادر سلام مادر کریم خونه است؟ تو من طوریم نیم مادر فقط بگو بینم کریم اومده خونه یا نه. کریم من طوری شده؟ نه مادر هیچی. پس چی شده مهدی؟ هیچی بابا فقط در رو باز بکنم. به پچی برو باها کن. اینه نگاه ما چی کار کردیم که رو پنهون کنی؟ تو رو خدا بگو به سر کریم چی اومدی؟ هیچی مادر قربونت برم الهی کریم با کشنی ولی ولی معذرت میخوام ما از طرف کلانتری اومدیم. اینجا منزل شخصی به اسم کریم. بله همینجاست. بفرمی تو.
اون یه نفر رو زخمی کرده که الان تو بیمارستانه. یا قمر پنی هاشم، خودت جوونم و نگه دار. کریم من با کسی دعوا نداره، آقای پاسبانو اهل این کارا نیست. چرا خانم؟ نه، این حرفات دروغه. ولی اینا اینطوره میگن. اینا؟ اینا میگن؟ اینا به قوزا که پای عمهشو میخوندن، اون یارو رو مازرین سرکارم و رفقای ناکسش میترسن ماره لو بدن واسه اینکه دوباره نمیخواد کتک بخورن. تو کتک میزنه؟ آروم باش آقا، من فقط میخوام بدونم کی اون مردا زخمی کرده. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه، گفتم که من زنم سرکار. یا فاطمه یه زهرا، انگار خیلی هم باکت جوجه. آتو الان حالیت میکنم، ما خیال کردیم دعاش دونه زده، اما حالا که تو خودت میگی اونه زدی چه بهتر. وقتی رفتی تو آلاف دنیا شماش خوردی حالیت میشه که میترسه. بی خیالته، چش رو هم بذاری اومدم بیرون. بفرمایید بریم آقا. چش سرکار مهدی. مادر حالا دیگه قصه کریمو نخور، اون میاد خونه. صفا مواظب مادر باش. خب خداحافظ، بریم سرکاشون. بریم. دیگه حرفی نداری؟ اصل مطلب این بود جاب سروان، قبای تقصیر به تن ماست، دست دعاشمون تو این جریان پاک پاکه. بسیار خوب، حالا شما چند دقیقه بیرون باشین. رو چشم بارمان. کجا؟ نه شما برید، خدا هم بفره. شما دو نفر باشید. بله؟ فعلا یه هوایی باشید. تو وقت سر کنید. بله چرش، فرار چه نمی کنید؟ بیتی؟ بیتی؟ آقا داداش تو اینجا چون؟ واسه اینکه من باید میمادم اینجا، نه تو، الانم دارم از بیمارستان میام. برای چی این کاری کردی؟ بینم سرکار، میشه یه دقیقه ما با دعاشمون اختلاط کنیم؟ شما حرفتون رو بزنیم معلوم برمیدیم. قربون صفاتون، اون مردو من زدم. بل کن زلفشو، منو تو نداریم کری آقا. من باید حقیقتو بگم. یه وایس آقا داداش، من به اونا گفتم و اونا قبول کردن، دیگه فایده نداره. ولی چرا تو؟ میدونی داداش اینطوری بهتره. من الان هیچی ندارم، وقتی هم که از خلوفتونی بیام بیرون بازم هیچی ندارم، یعنی گر به گرم واسه ما فرقی نمیکنه. اما تو الان خیلی چیزا داری، وقتی بری زندون و بعدش بیای بیرون دیگه هیچی نداری. پس بمون بیرون اون چیزایی که داری نگرده. مواظب مادر باش داداش. چته؟ سه گرما چرا رفته تو هم؟ بلشته بابا، دنیا این صد سال اول سخته، بعد از اون راحت راحته. راستی ببینم پرسیدی حال یارو چطوره؟ آره بد نیست. خب الحمدلله. حرفتون تموم شد؟ بله بله سرکار. بفرمایید بریم. خب خداحافظ داداش. بیبری سرکار. بریم. شما خیلی شاد شدم که دیدم اتون داداش. ببین داداش، اگه یه چیزی بهت بگم به کسی نمیگی؟ نه چی میخوای بگی؟ بگو. خیلی نوکرتم. خب دختر خاله، هنوزم تو اون سقاخونه شم نزد میکنی؟ تو اون سقاخونه یکی هست که حرفای آدم رو بشنفی؟ خب اگه دیدی سلام ما روش برسن. وقت ملاقات تمومه، خواهش میکنم بفرمی. بفرمی خواهش. بفرمی. بفرمایید. تو به من گفتی هیچی بهش نگم تا خودت حرفاتو بهش بزنی، اما خودت هم حرفی بهش نزدی. چرا؟ نتونستم، خیلی حرفا تو دلم بود که باید میگفتم، اما لبم بسته بود و حرفام تو صندوقچه دلم زندونی. میدونم صفا، اما امروز یا فرداهای دیگه تو باید همه چیزو بهش بگی. اون تو دلش جای یه محبت خالیه، تو باید اون جای خالی رو پر کنی. هر کی میخواد هر چی بگه بگه، اما اون از دارمای نالوتی. بینم نعمه تو که باید اوستاره بشنسی ها؟ آره خوب میشنسمش، خیلی نالوتیه. کلک روزگاره پسر،
آدماش چش ندارن ما و داشمون رو ببینن. پاک داشتن دست اونو بند میکردن. خیلی دوستش داره. پس چی؟ چاکرشم به مولا. سالاره سالاره. تنها آرزوم اینه که هر کجا باشه بهش خوش بگذره. وقتی از اینجا جسم برقی زن میگیره. چی هست؟ یه نفری هست که خاطرش رو میخوام. بهش گفتی دوستش داری؟ راست میگی، انگار باید بگم. بابا دست خوش، این خودش میباره، خودشم میدوزه. آخه تا اومدم همه چیزو بریزم رو داریه و بگم، یه دفعه دیدم تو حرف دونیم. همه عروزم دیر نشده داشت، بالاخره بهش میگم. خدا کریمه. نه من چیه باتی خواهم؟ گوش کن ببین چی میگم. تو که فردا رای میشی میره بیرون، میتونی یه کاری واسه من صورت بدی؟ چرا که نتونم؟ یه نومه واسه داشم مینویسم، آدرسشم بهت میدم، زحمت میکشی میری دستش. خیالت تخت تخت باشه، نومه رو بده دست من، انگاری دادی دست اون تو نمیره. ای قربون تو رفیق با معرفت، رفیقیتی که کاغذ بره سوادمون داره سر میره. حس سری خوبیه، حس خیلی جوشیه. میشناسمش، خوش دستترین قماربازیه که تو عمرم دیدم، اما پاک این رو اون رو شده. یه شرط بندی ناقابلم تو زندون نکرد. اصلا باورم نمیشه، قابل قبول نیست. داداش قربون اون شکل ماهت برم، خلصه واسط می نیستم، اما خندت نگیره. من خاطرخواه هنگامه. میدونم اون ستاره عرشه و من کرم خاکیه زیر فرش، اما دیگه باید بگم داره تو دلم قلم به میشه. میخوام بفهمه که خاطرشو میخوام. یه نومه واسش گذاشتم تو پاکم، نوکرت میشم اگه بدی دستش. اما بهش نگو من تو هلفتونیم، اگه بیام بیرونو خدا بخواد حسابی سر سامون میگیرم. قربون شما نعمت. من نامرد تو عمرم زیاد دیدم نعمت، اما تو ناکس نامردترین نامردی هستی که تو حالا دیدم. بزن به چاک. تو چشم. هنگام خانم سلام. الان که این نومه رو تموم کنم به یاد شما با دل و قلبه کباب شدم بیختیفالی بازی میکنم. خب دیگه خاطرخواهیه با هزار دست ورق کارتی. آدم باز چشش چهار تا بشه و حسابی بر بزنه. نوکرتم، خودت که دست ما رو خوندی میدونی لیس دلمون با پس لیس دل شما یه ریز به هم میخورن و دنگ صدا میدن. این دیگه یعنی چی بچه؟ بی خودی زحمت نکش، منم فقط تا اینجاشو فهمیدم. یه دست با هم لیس پس لیس زدم، باقیشو بخون. آره بی بی هنگامه، سرباز دل ما خاطرخواه چشای بادومی شما شده و فقط این وسط یه آس دل میخوام که کارو تموم کنه. نوکرتم، داغ داداش گفتم تو رو واسم خواستگاری کنه، دیگه روم نمیشه بنویسم. اینجا چی نوشته بینم؟ ای نومه که میروی به سویش، با تاس لبم بزن تو رویش. میتی با تاس لبم بزن تو رویش. وستا به نظر شما این شعر صد جوغ میارزه؟ منتظر شو میتی بیاد بیرون، اون وقت میفهمی که میارزه. یا ها آخه اوست کریم شکره زرکار جون، با اجازت ما خست شدیم. مادر الهی قربان اون چشات برم. مادر میتی پیش مادر بشه. خاله جون، خاله خاله جون قربون دسته، وقتی داری میایی اون آبکشم با خودت بردار بیار. این سر کوچه ای سبزیاش مونده بود، رفتم از اون پایینیه گرفتم. خاله جون نونوایی نمیدونی چه خبره، محشر کبرا.
قربون دستت خالی. شکرت مهدی به به چشم کف پات مادر ببینم این همون صفای خودمونه موش بخورده چیه ای تو خدا رو شکر چقدر با صفا تر شده سبزیاتو جمع کن نوکرتم مگه میخوای منو دعاشمو گشنه بذاری آره راستی ببینم مادر ببینم دعاشم نومه منو واسه تو خون نه هیچی از نومه من بهتون نگو نه کدوم نامه عجب چلکیه حتما خواسته کارو تموم کنه بعدا سر سرش در بیاره بیا مادر بیا لباسای منو بده برم همون خودم راست ریز کنم خودت هم نمیدونی امشب چه خبرایی میشه داستانای خیلی خوشگلی واسهت میکنم آره قربون شما مشغول شداش قربون دستتو صابون رفتیم آقا یه پیگار باشیم جیون تو دلم لک زده بود واسه یه پرس مجتمعات ساعت آب گرم آمیتی سر سلامتی باشه همون معروسی اومدی قلاغا خبر رو رسوندن قربون دست داشت ممنون چی داره میگی تو؟ کسی که تو شهر نمیدونه خواجه حافظ شیرازی دختر باختن لغمه چربیه خبرش سرود میپیچه اینو باش نه به داره نه به باره قلاقه موتور سواره هنو که چیزی نشده چیزی نشده؟ داشت حتی بلرم گرفته جون من پد دعاشو نگاه چقدر ماهه یک کلامه واسهش نوشیم داداش جون ما یارو رو میخوایمش برقی اونقدر زد تا بله طرف رو واسه ما گره واسه تو؟ از میدون پرتی بابا میگن داشت بله رو واسه خودش گرفته باش بده آقا زودتر کی میگه؟ کی میگه؟ همه یه شهر میگن برو کارخونه بپرس برو شرکت بپرس برو هر کجا که میخوای بپرس داشت دختره رو واسه خودش راست و ریز کرده نه واسه تو گوش کن چی میگم بهتره که این چرت و پرت ها چرت و پرت نباشه وگرنه برمیگردم و این یکی دستتم چلاغ میکنم درست عزیزم چند روز دیگه ترتیب عروسیمونه میدونم خیلی خوشحالم کریم خیلی اومدی باعث سر جاد اونجا آب هواش بهتره این چرت بیه میذاری تو کی اومدی نامه که برات دادم یادته نامه کدوم نامه؟ هیچی دیده فراموش کن اون چی که با تو کله عوضی ما بره رفته خوش باشی داداش ما دیگه رفتی نمیدونم چی شد نامه چیه؟ اون برای من نامه نداده بود همیشه منتظرت بودم خیلی خوب از سر تایی تعارف بزن بگو باز چیکار کنم بهت میگم قدم به قدم منو تو باید دنیا رو بگیریم دنیا مال تو من فقط اون چیزی رو که میخوام باید به دست بیارم اون چیه متی؟ هرچی هست من باید به چنگش بیارم تو کار خودتو بکن خیلی خوب خیلی چیز هست که من باید بهت یاد بدم بعدش کلی پول کاسب میشی و با هم بردار رو نصف میکنیم پنجا من پنجا تو تو هفروتی پیره مرد باشه چهل من شستو خوبه؟ ببین اوستا خوب حواست جمع کن من لاش مرده نیستم که ارزون بخریم آه تو خیلی زرنگی پسر 30 من 70 تو 20 تو 80 من قبل تو باشه معامله تموم شد از فردا معلم برات میارم که همه چیزو بهت یاد بده نه من 6 کلاس سواد دارم واسه 7 پشتم بسه اون چیز دیگه ای بهت یاد میده اون به تو یاد میده که چطور یه آقای حسابی اون یه آقا هست رسیدن به خیر بازم اخوی صفا گفت از خونه رفتی بیرون برگرد برام بگو چی شده من این همین تویی که برمیگردی تو موقع تکون خورده چی داری میکی برگرد داداش حرف حسابت چیه چی پس چرا دوباره اومدی اینجا واسه این که میخوام خودم باشم چی اشکالتونی بسته داداش بیا بریم خونه بیا برو داداش به تو میگم بیا برم کن آقا داداش
اینجا واسه ما آخر فتح کری. من میرم سی خودم، تو هم میری سی خودت. هر کی خر خودشو برونه تا ببینیم کی زودتر به قافله میرسه. اگه یه روزی همدیگر رو دیدیم و نشناختیم بوتت نزنه داداش. خب دنیا این ریختیه دیگه، تو که خودت خوب واردی. ناسلامتی خطم روزگاری. تو داری اونو تا گردن در لجن فرو میکنی. توف به تو. چی کار باز بکنم اوزا؟ زودتر بگو راحتم کن. یه خونه با سرویس کامل برات اجاره میکنم و بعد برات یه معلم میگیرم. اون همه چیزو به اعتیاد میده. اون یه چیز دیگه ای از تو میسازه، یه چیز فوق‌العاده. خستم کردی از بس پول ریختی تو این حوض ساب مرده. آخ آینه تو شک مرد میتی. یه دقیق چشاتو گوش کن، بدوز به این لبای من. میخوام قر و لند کنم. من دیگه کلافه شدم بابا. اگه میخواستم برم مکتب و بچگی رفته بودم. هی غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن، لباس پوشیدن، اینا به مزاج حاجیت نمیسازه. اوستا من میخوام بازی کنم و پول دارشم. پول دارشی که چی؟ ها؟ نمیدونم. ببینم، تو تا حالا اون ساختمون سنگ قرمز بالای خونمون رو دیدی؟ منظور اونجا هر شب بازیه. بازی های کت و کلوف با بازیکنهای خرپول. هی پس امشب ما پالون شانس و هر رو خر قلامی ور میداریم میذاریم روی یکی از صندلیاش. تو نمیتونی. اونجا با آدم هایی بازی میکنن که بشنسنشون. تو نقدن یه آدم بی اسم و رس. دلت بی غم اوزا. ما امشب اصل شانس رو هی میکنیم به طرف اونجا. سر تا سر امشب و شانس رو بردم. خوب انگار بازم پول هست. بازی میکنیم. نمیشه آقا، نمیشه. ما شما رو نمیشناسیم. نمیشه. بارا کنار. ما که ما بعد بازی میکنیم یا پولمون سکه نداره. حاجیت خوش کرده امشب تو این کلوب بازی کنه. زمینه با آسمو کوک کنی یا بدوزی بازم بازی میکنن. چیه؟ اونجا چه خبره؟ مدیر این کلوب کجاست؟ مزاهم نشید آقا. کن این اون کانه کس بیده. عجب اوزا یه جون شما. چرا وایسده اوزا؟ کی از ما بیتر؟ تازه باز بیره پامون ترمه ببرن و مخمل در کنن که سرافرازشون کردیم. بزن بریم. اونجا چه خبره؟ ای میتی، طرفو میشناسی؟ انگار دیدنش. کیه؟ پدر هنگامه است. پدر هنگامه؟ آره. آقایون فرمایشی داشتم. توی اوسا. با خودم فکر میکردم تو یا مردی یا این کارو گذاشتی کنار. مگه تو هنوزم بازی میکنی؟ او نه، اما حاجیت بازی میکنه. یعنی میخواد یه دستی به برق بزنه. چطوره؟ تو کی هستی جبو؟ حالا بیا و درستش کن. اول اصول دین شروع شد. به ما برق میدین یا المسنده سجلتونه رو کنی. ببین جبو، اینجا ما با کسی بازی میکنیم که خوب بشناسیم. اگر تو اینجا بازی کنی و برنده بشی، هزارها تومن پول بردی. اما اگر ببازی، خودت بگو ببینم چی باختی. بیا بریم میتی، بیا بریم. بلم کن ببینم چی داره برخور میکنه. مگه ما چه تو میتونی بری یه جای دیگه بازی کنی با آدمایی که همپایه خودت باشن. برای تو اومدن به اینجور جاها هنوز خیلی زوده. لقمه رو به اندازه دهنت بردار جوون. تو هم یادت باشه اوستا، از این به بعد با آدمایی بیا اینجا که در حد اینجا باشن. برو جوون. خداحافظ. شب بخیر اوستا. این یادت باشه تا یه روزی به هم برسیم. بریم اوستا. بیا. خوش اومدین. آره تو درست میگفتی. اونا خیلی کنفمون کردن. تو این مردم ها خیلی بهتر از من میشتسی. پس بذار بازم کمکت کنم. باشه اوستا. تو هر کاری بخوای میکنم. هر چی بخوای یاد میگیرم. انگشتامو سنگ پا میکشم، گوش نمیمونم، اون لباسای مسخره رو میپوشم، حرف زدن، راه رفتن، ملق زدن، پشتک زدن، هر چی بخوای یاد میگیرم. فقط میخوام تو روی اون آدما وایسم. میخوام یه روزی بتونم به صورت همشون توف کنم. خیلی خوب بنتی، من هر چی که لازمه یادت میدم. خسته شدی خاله جون، پاشو برو این دوتا تیکرم من میشورم. پاشو جونم.
جون دلم. دست میتی بشکنه که دست تو رو اینطوری تو کف صابون میبینه مادر. این رخت مال کریمه. آره خوش به حالش. پاشو بریم مادر پاشو. من اومدم ببرمت، تو نباس دیگه رخت بشوی یا زحمت بکشی. حالا دیگه نوبت من. میتی برات کلفت میگیره، خودشم صبح تا شوم نوکری تو میکنه. خب چی میگی مادر، این نوکر رو میخوای یا نه؟ چرا مادر، من مواظبت میشم، این شاپرک دورت میگردم، حالا دیگه این منم که باز جورت بکشم. نه مهدی، این ممکن نیست. چرا مادر؟ تو خیال نکن که من نمیدونم. تو دیگه اون پسر نیستی که رفته بودی تو کارخونه عرق میریختی و جون میکندی، سر سفره مادرت غذا میخوردی، حالا تو یه قماربازی. من میدونی من میتونم خیال کنم که تو مسافرتی یا مردم اما نمیتونم بیام تو خونه ی تو با هر لقمه نونی که بذارم تو گلوم فکرم بره تو قمار تو و خیالت برم داره که پولشو از کی بردی. ولی مادر گوش بده، تو رو اروا خاک بده. نه مرسی، تا وقتی تو این کار آلوده ای خیال کن مادر نداری. برگرد برو مهدی، دیگه نمیخوام بس دیگه مادر نگو. پسرت با اون اندازه‌ای که باز درد بکشه میکشه. سلام. سلام صفا، نکنه میخوای کنفتی منو بره خودش؟ نه بشه. میخوام اگه تو بخوای باهات بیام. با من؟ من اینه ایدی مادر چی گفت من؟ تو یه نفره میخوای که لباساتو بشوره، من این کارو میکنم. نه. چرا؟ تو فقط یه اتاق به من بده. خیلی هر طور مادر بگه. خاله جو خوب کاری میکنی صفا، اون یه نفر رو میخواد، باش برو با غم خوابش باش. برو مهدی، مهدی. نمیدونم، امروز رفتم خونه به خاله و کریم سر زدم. کریم با هنگامه تا یه هفته دیگه عروسی میکنم. تو این مسئله شنفتی؟ میگن لقمه که از دهن همسایه قاپیده بشه خوشمزه تره. از چی حرف میزنی؟ هیچی با چه حرف پر حرفی نداریم بزنی. انگار خر شانس ما لالا کرده. برعکس بیداره بیداره، برد امشبت هنگامه کرده. میخوای بفهمی چقدر شده؟ نه. طوری شده؟ نه، فقط میخوام یه کاری واسم بکنی. من میخوام با پدر هنگامه بازی بکنم. با باختر؟ آره، مگه اون یه قمارباز نی؟ چرا؟ پا من میتونم باش بازی کنم ها؟ آره، حالا دیگه با هر کسی که دلت بخواد میتونی بازی کنی، با هر کسی جز آدمی که سر زندگیش قمار میکنه. اینو که بهت گفته بودم. آره بابا، تو همش حرف میزنی. پس کی؟ خیلی زود. من فردا ترتیب این بازی رو میدم. ببینم مطمئنی که اشتباه نمیکنی؟ تو اینا رو جدی میگی؟ بله کاملا جدیه. اون پولدارترین مرد این شهر و یه مفتباز. خب پس چرا اون روز بهم نگفتی؟ تو مهلت ندادی دادی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا بگو بیاد. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اگه اینطوره قدمش روی چش. والا نمیدونم حالا بازم بخواد بازی کنه یا نه، اما من تلاش خودمو میکنم. امیدوارم موفق بشم. اون باید با من بازی کنه، باید بازی کنه. خب چی شد؟ عالی شد. اون با تو بازی میکنه، اونم با کمال میل و افتخار.
طرف خیال میکنه تو یه عیون‌زاده میلیونری. بذار خیال کنه. صفا، صفا. بله. ببینم صفا، اگه ازت بخوام که یه جایی با من بیای میای؟ خودت که میدونی میام. اگه اونجا برات جهنم باشه چی؟ اگه تو بخوای حتما میام. پس برای رفتن به اون جهنم باید خودت رو برا کنی دختر خله. حتما. چیه پدر، مهمونت نیمدن؟ مهمون اصلیه نه هنوز، اما میاد. اون حریف خوبیه. تا پدر، تو واقعا دیوونه بازی هستی. اومدم، خیلی هم خوش اومدم. این تایی خطه، اونجایی که همیشه میخواستم درسم. باید دید حالا کی به زانو میفته. بفرمی خوش آمدی بازم، خوش آمدی. سلام، سلام دوست عزیز. خیلی خوش آمدین دوست عزیز. ازت متشکرم موسا. با خانم صفا آشنا بشین. مفتخرم. خواهش میکنم بفرمایید با دخترم هنگامه آشنا بشید. دخترم با دوست جدید و عزیز من آشنا بشید. خیلی خوشبختم آقا، خیلی به نظرم آشنا می. من حتما شما رو جایی دیدم، درسته؟ ما بریم یه چیزی بخوریم و گلوی تازه کنیم، ها؟ بفرمایید خانم. هنوز خیلی دیر نکرده دخترم. آه اونه هاشش اومد، برو پیشوازش دخترم. یه دقیقه با اجازه. اون آقا نامزد دختر منه. خوب شد اومدی. باز پدر امشب یه حریف تازه پیدا کرده، حتما میخواد تا صبح بازی کنه. شما یه لبی تر کنی، معلوم برمیگردم خدمت. هنگامه. بله پدر. یه دقیقه بیا اینجا. معذرت میخوام، انگار بازم پدر با من کار داره. سلام دادا. زنین گرده نه؟ از قدیم گفتن هر طرف که بری از همون جای اولت سردر میاد. پس تو همون حریف امشب باختری هم؟ اشکالی داره؟ آره، تو نباید با اون بازی کنی. خونتو کثیف نکن بلش مامانی. من که بهت گفته بودم اگه بازم چشمون تو چشم هم افتاد دیگه همدیگه رو نمیشناسی. آم چه عالی، شما همدیگه رو میشناسین؟ ایشون داماد آینده ای من هست. بابا مبارکه. میز برای بازی حاضره دوستم، شما بفرمایید من الان میام. امشب شما نباید بازی کنی. تو زده به سرت، این بهترین موقعیته. تا حالا همچی حریفی نداشتم. نه به صلاح شما نیست این بازی رو بکنین. انگار تو پاک دیوونه شدی پسر. دو ساعت دیگه انقدر پر رومیز میاد که دیوونه تر میشی. وایسی، شما باید به حرف گوشی. آروم جوان، اگه بازم حرف بزنی موافقتم راجع به ازدواج تو دخترم پس میگیرم. هوایی مهمونه رو داشته باش. کریم سلام. سلام صفا. وقتی مادر گفت تو همراه مهدی رفتی خیلی خوشحال شدم. فکر کردم تو راه بهشت و بهشت نشون میدی، ولی مثل این که اون تو رو به جهنم زندگی خودش کشیده. نه کریم، من تو جهنم نیستم. هر کجا که مهدی باشه برای من بهشت، هر جایی که میخواد باشه. حاضری؟
شما؟ بندم سه کارت. منم سه تا. خودم هم یکی. چیپ سه پوت. شش پوت. پاس دوازده پوت. خیر پاس برای من بد نیست. رو کنیم. سه دام. ساعت دو شده، من دیگه نیستم. شب بخیر. شب بخیر آقا. منم همینطور. شب بخیر. خوش کن عرقا رو. آخه هنگامه، تو نباید بذاری پدرت باشه. چطوری؟ اون حرف هیچ کسی رو قبول نمی کنه. ولی باید یه طوری جلوشو بگیری. موافقی یه قهوه بخوریم؟ ای کم بدک نیست. تو حریف خوبی هستی. با یه با... میخوام با یه دست ورق دیگه بازی کنیم. از نظر شما که اشکالی نداره. دیگه تموم شد. انگار پدر هرچی که داشته باخته. یک پاک باخته. یه نفر رو برای دلداری دیخواد. من نمیتونم بخوابم. من ادامه میدم بفرمایید. اینم چک. چی؟ بازی نمی کنی؟ آخه چرا؟ این چک منه. تو دیگه چیزی واسه باختن نداری؟ داری؟ نه نداره. خب حالا اگه حسابی خوشحال شدی میتونی بری. کجا بره؟ اون باید با من بازی کنه. اگه بازی کنم و ببرم چی رو بردم؟ این حرف خودته، یادت میاد؟ دیگه بازی فایده ای نداره. همه خستن. پولام همش یه طرفه. حاضر شو بریم مهدی. نه استاد، من باش بازی میکنم. نه ترس، من بازی میکنم مرد. اما فقط یه دست. تمام پولایی که ازت بردم در مقابل یه چیز. در مقابل چی؟ اگه تو بردی تمام پولایی که ازت بردم بهت پس میدم. اما اگه من بردم باید رضایت بدی که دخترت زن من بشه. تو دیوونه شدی؟ بذار خودش جواب بده. باورم نمیشه که تو همون مهدی برادر من باشی. یه روزی منم اینطوری بودم داداش. باورم نمیشد بعضی کارا کار تو باشی. جوابمو بده باختر، موافقی؟ نه. بلندتر بگو پدر، بذار بشنوه.
نه صاحب کن رو همه پولای تو هرچی هم که خودم پول دارم اضافه میکنم. خب حالا چی میگی؟ پدر این دیگه فکر کردن نداره، جوابشو بده و بزن تو دهنش. نه بفروش. او نه پدر نه. جواب چی شد؟ نگفتی؟ میدونی از چی تعجب میکنم؟ از این که یه آدمی مثل تو چطور توی مدت کوتاه عوض میشه. داداش دنیا به من نکوتا داشت. چرا؟ هیچ کی کارای خودش نمیبینه، فقط مال مردم رو نگاه میکنه. من فقط میخوام اون چیزی رو که از دست دادم بگیرمش. تو هم اونو میخوای نه؟ خیلی خوب بگو آقا کریم، تو چه تلاشی براش کردی؟ اون مرد یه روزی منو مثل قاب دستمال گرفت و از خونش انداخت بیرون. جلوی 40 تا آدم چه نفهم کرد. تو خودت نه شرمم میشه بگم چی کارا کردی. تو چی داری میگی؟ هیچی. چیزایی که تو دلمه. من تموم این مدت یه بلاکش بودم. بهش بگو پیرمرد، تو بهش بگو من چیا کشیدم. بگو چقدر گشنگی کشیدم تا غذا خوردن یاد بگیرم. چقدر سگ دوزدم تا مثل یه آدم حسابی راه برم. چقدر انگشتامو سنگ پا مالیدم تا پوستش صاف بشه و خالای برقو بشناسه. چه شبا بیدار موندم. با کیا بازی کردم تا چندر قاز پول رو هم بذارم. فقط برای یه چیز. برای اینکه نمیخواستم کسی رو دستم بلند شه. حالا تو همونو میخوای نه؟ خیلی خب پس بیشینو با من بازی کن. تو هر قماری فقط یه نفر میبره. حالا شاید اون یه نفر تو باشی. خواهش میکنم دخترم. تو میخوای سر من قمار کنی پدر؟ آره کریم درست میگفت، یه قمارباز سر همه چیزش قمار میکنه. تو هم یه قماربازی. اما الان من یه پاک باختم و فقط تو میتونی کمکم بکنی. این بار آخره بهت قول میدم، باور کن. دخترم به من نگاه کن. نگاه کن. حالا تصمیم تو بگیر. متاسفم. میدونی این اولین باره که پدرم چیزی از من خواسته. اون هیچ وقت از من چیزی نخواسته بود. هیچ وقت به هم نه نگفته. و حالا من بهش نه نمیگم. بلنشی خواهش میکنم. بلنشی. چرا؟ این دستو من بازی میکنم. تو؟ بله من بازی میکنم. دختر منه. من حق دارم به خاطرش بازی کنم. درست دختر شماست، ولی زندگی منه. این منم که حق دارم به خاطر زندگیم بازی کنم. شهر شلوغ شد. خودم دوتا. رو کن کارشا. براوو براوو. خوبه. بهت که گفته بودم دختر ما برنده میشیم. نه به دلت وعده نده. این سه تا آسش واسه شما. نگاه این دو تا ورقم، یکیش آس، این اولیش.
بی یکی رو تو برش گردون. صفا اون رفت خیلی وقته. خب پس خودم برش میگردونم، اما قسم میخورم این ورق آس پیکه. خب داداش، اینجا آخر خطه برای مبارزه‌ای که یه طرفش من بودم و یه طرف دیگرش تو و اینو تمام دنیا. ولی من حتما برندم، یعنی اگه اون آس باشه من به آرزوم رسیدم، درسته؟ جوابمو بده. آرزوت این بود که منو به دست بیاری؟ آره، اگه ورقم آس باشه به آرزوم میرسم. درسته، اگه جسم منو میخوای به آرزوت میرسی. جسمت؟ نه نه، من تمام اون چی که هستی میخوام، هم جسمت هم روحت. تو فقط میتونی صاحب جسم من باشی. نه نه، ممکن نیست، من هر دوشو میخوام دختر، هر دوشو. متاسفم، من روحمو مدتها پیش فروختم به برادرت. من اونو دوست دارم، از همون روز که دیدمش دوستش داشتم و اونم منو دوست داشت از روز اول. از روز اول؟ چی؟ شما هم دیگر دوست داشتی؟ اونم از روز اول؟ ولی چرا به من نگفته بودی؟ تو با اسم من میگفتی داداش. پس من تمام این راهو بی خودی دویدم، تمام عذابی که کشیدم پوچ بود، همه خیالام، فکرام، عقیدام عوضی بود. حتی چیزی رو از چنگ من در نیاوردی. بعضی وقت آدم چقدر احمق میشه. تو راست گفتی آی باختر، اون آس نیست، من باختم. خب یه بازنده اولین کسیه که این در میره بیرون. بازی خوبی بود داداش. زرزی بایستا مهتی، چرا ماشین تو سوار نمیشی؟ خیلی چیزا هست که باید دربارش فکر کنم. توی همچین ماشینی فکر آدم میمیره. من یه کوچه خالی میخوام و یه خورده تنهایی. خیلی خوب، اما اون ورقو بدش من. من میخوام ببینم اون چیزی که تو برق چشمات دیدم درسته یا نه. تو چی رو تو چشمای من دیدی پیرمرد؟ من برد رو تو چشمای تو دیدم. تو یه احمقی، برای اینکه هیچ وقت نمیفهمی کی برنده است کی بازنده. من برنده نیستم، من همیشه بازندم، مثل همه قماربازا. تو اگه تو این کله پوکت یه جو عقل داشتی خیلی وقت پیش فهمیده بودی که یه قمارباز همیشه بازنده است. حالا که این ورقو میخوای بگی تماشاش کن. وایسا پسر، کارت دارم. تو چی داری میگی؟ چیزی که برای خود من باور کردنش آسون نیست. من یک کان قماربازم آقای باختر. اون ورقی که مهدی با خودش برد آس بود. آس بود؟ تو خیلی پرتی پسر، اگه حرف درست باشه پس چرا رو نکرد؟ برای اینکه اون بهتر از اون چیزیه که نشون میده، برای اینکه اون با تمام قلبش منو دوست داره، برای اینکه تو رگای هر دوی ما یه خونه. اون آس نداشت، وگرنه رو میکرد. نه، تو اشتباه میکنی. من اشتباه نمیکنم. وردار اون ورقا رو نگاه کن، اون وقت حتما میبینی که آس کم داره. ممکن نیست. خب الان نگاهشو میکنم. لازم نیست بگردی.
آسیب چهارم اون برقه اینجاست. اون آسیش رو نکرد. حالا دیگه میدونم که برادرم به زندگی خودش برگشته، همون زندگی که همیشه براش آرزو میکردم. نگاه کنین، اون سکه شانسش هم با خودش نبرده. دیگه احتیاجی به این سکه نداره. عزیزم، این بار اوله که راحت حرفمو میزنم. من دنبالت اومدم چون دوست داشتم، از همون بچگی دوست داشتم. فکر میکردم یه روزی بهم بگی سکه شانست منم، نه اون سکه حلوی. اما افسوس امشب فهمیدم که تو کسی دیگه ای رو میخوای و من انتظارم بیفایده است. تو رو به خدا میسپارم و برای تو هر زنی که توی زندگیت بیاد آرزوی سعادت میکنم. این نامم برای این بود که راز دلمو گفته باشم تا بدونی دوستت داشتم، همیشه دوستت داشتم. صفا، تا چرا اینو بهم نگفته بودی؟ حالا کجایی؟ بیبینم ببینم. بیا میخوام باهات حرف بزنم. نمیدونی حالا میفهمم که زندگی یعنی چی. به جون کریم که از هر چیزی بیشتر دوستش دارم قسم میخورم تورم دوست دارم. ده کجایی بیبینم دیوسته؟ شوخی نکن دیگه، من طاقت هیچ جور شوخی ندارم. تو رو خدا بی بیرون صفا، اذیت نکن صفا. صفا خداوندا، تو میدونی و قلبم چرا حالم چنین زار و پریشه. درختم ای خدا بی خاک و ریشه، خزان پرورد خاری تنگ بیشه. نمیدونم که آغازم چسان بود، نمیدونم که پایانم چه میشه. نمیدونم چی میگه ترجمة.
اومدم شام نظر کنم برای تو، واسه اینکه دست از قمار بشوری. من میدونم اینجا خالی نیست، یه نفر هست که صدا رو میشنفه. من میدونم، پس کمکم کن، کمکم کن، من تنهام، خیلی تنها. جوابمو بده، اینجا یکی هست، اگه صدا رو میشنفی جوابمو بده، من تنهام، جوابمو بده. شهر آمیخته زیبا و جدید از حادثه، عشق، هیجان و موسیقی، ثمره چشمگیر دیگری از همکاری دو سینماگر بزرگ فردین و صابر رهبر که در گذشته شاهکارهایی چون مسیر رودخانه و چرخ فلک را عرضه کردند. مردی از جنوب شهر، یک فیلم جالب برای تمام اهالی شهر. خبری تکان دهنده و مفروض کننده از تهران، یک چمدان تمام شهر رو به هم ریخته. از تهری تا تهران رفاقت ها به هم خورده، مهرها حلال و جونها آزاد شده، غیرت و تعصب خون به چشم آورده، مردا به جون زنا افتادن، زنا به جون مردا افتادن، مردا کمر به قتل همدیگه بستن و زنا به خون همدیگه تشنه شدن. واسه یه چمدون، برای یه چمدون، به خاطر یه چمدون، ولی یک چمدان سکس. جنازه، یک چمدان سکس، فیلم جدید، غیرعادی، ناگهانی و غیر مترقبه ی سپهنیا جرشا متوسلانی. تورت خشم دست سرم اول در بوده با کارم آبارسی چقدر نق میزنی نفله؟ بح، اگه دادشم به فهمه میکشتت. ببینم مگه آشه دادم کشه؟ نه، گاب کشه. آی رفت که آی مردم بیاید ببینید توی خونه چه خبره. یک چمدان سکس اوضاع قدیمی خیلی ها رو عوض کرد. با ما جون مادرت برو، بعدم خیلی خانم
سون همه این خونه کیه آبت جون؟ منم چه فرمایش دارن آقایون؟ چی کار کنم ماما؟ خانم جان شاکر خودش راننده یه تاکسیه. خیلی خوب جون بکن. یک چمدان دیروز جمون رو بربند تاکسی بنده. یک چمدان سک. یک فیلم پرحادثه، پرماجرا، پرهیجان و جدید از سینمای ایران. فیلمی با هنرمایه یک کهکشان ستاره. سپهرنیا، گرشا، متوسلانی، ارغوان، پروین ملکوتی، شراره، گیتی فروهر و میری. یک چمدان سک. یک فیلم جدید و پرهیجان، شیرین و فراموش نشدنی از محمد متوسلانی. میدان سک. خانم آقایون خیلی معذرت میخوام، از بس تو این فیلم حادثه با هیجان و هنرپیشه و ستاره، فراموش کردم رضیانی رو هم معرفی کنم. رضیانی به نقش آمیرزا در یک چمدان سک. میرزا کجا؟ آقا رو بخیر، میرم سراغ امر خیر.